ولسوال بنگی تخار در یک حمله مسلحانه کشته شد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدین به یک دیگر از ویدیوهای چینل ون اسمارت. امید داریم تا آخر این ویدیو ما را دنبال نموده و نیز این چینل را سابسکرایب نمایید. ولسوال بنگی تخار در یک حمله مسلحانه کشته شد. خبرگزاری افق می نویسد مسئولان محلی در ولایت تخار تایید کردند که فیض الرحمن حیدری ولسوال ولسوالی بنگی این ولایت در یک حمله مسلحانه زخمی شده و سپس در شفاخانه جان باخته است. با گفته این مقام ها، آقای حیدری بعد از ظهر امروز چهارشنبه 19 قوس در مربوطات ولسوالی بنگی آماج حمله افراد مسلح قرار گرفت و زخمی شد و ساعت بعد از حمله در شفاخانه ولایتی تخار جان باخت. منابع امنیتی در تخار طالبان را مسئول این حمله خواندند، اما یک منبع به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری افق میگوید که ولسوال بنگی توسط افراد مسلح وابسته به مولوی ظاهر از افراد مسلح غیر مسئول در تخار کشته شده است. با گفته این منبع، در این حمله 3 تن از همراهان ولسوال بنگی هم کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شده اند. تخار از ولایت های ناامن در شمال کشور است. علاوه بر فعالیت گروه طالبان در این ولایت، بارها از حضور افراد مسلح غیر مسئول نیز در این ولایت شکایت شده است. این تعمیر بالگرد های افغانستان در اوکراین جان نظامیان را در خطر می اندازد. و نقل از صفحه پارس توده با گزارش از رادیو دری، شرکت راشن هلیکوپترز سازنده بالکرت های ام آی ابده نیروهای هوای افغانستان با انتشار بیانیه گفت لازم می دانیم که هشدار دهیم بالکرت هایی که توسط شرکت های اوکراینی به طور غیر قانونی تعمیر می شود جان نیروهای افغان و آمریکایی که از این بالگرد ها استفاده می کنند را با خطر مواجه می سازد. بیانه می گوید که بر اساس اطلاعات این شرکت، دو بالگرد ام آی ابده اف 5 نیروهای هوای افغانستان برای تعمیر به اوکراین فرستاده شد. این شرکت همچنین تایید می کند که دیگر هیچ مسئولیتی در قبال عمل کرد ایمنی این بالگرد ها ندارد و می توانید از ارائه خدمات برای تعمیر و نگهداری آن خودداری کنید. تاکنون نیروهای هوایی افغان در این باره چیزی نگفته اند. پیش از این نیز ناتو از تعمیر چند فروند از بالگردهای ساخت روسیه ارتش افغانستان توسط کشورهای بلغارستان، جمهوری چک و اسلواکی خبر داده بود. بالگردهای ام آی ابده توانایی حمل 36 نیرو را دارد و بدون سوخت گیری مسافت 675 کیلومتر را طی می کند. همچنین تا سقف 6000 متر نیز توانایی پرواز را دارند و تا 4000 کیلومتر نیز قابلیت حمل و بار را دارند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب ون اسمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. اوقات خوش داشته باشید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.